سلام آقای بهنود. روزنامه های 17 بهمن نشون میده که حمایت ها از دولت آقای بازرگان بیشتر شده. این 17 بهمن روز مهمی بود. اولا صبحش اتفاقی که افتاد این که تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما فانتوما اومدن بالا سر تهران. بالا داریم میبینید در روزنامه اطلاعات. میبینید که اطلاعات چاپ اول دومش اینو داره و بعد این آخرین هنرنمایی بودش که به اصطلاح ارتش کرد. بعد از این تقریبا میشه گفت که ارتش هیچ کاری نکرد. این جد مهم بود و پیداست که تظاهراتی که برای بازرگان شد و اینکه بازرگان گفت کابینم کابین خیالی نیست، یعنی در حقیقت جواب بختیار رو داد، صحنه رو کاملا تغییر داد و این رو میشد در بقیه روزنامه هم دید. این پایینم داره میگه که لوایح انحلال ساواک و محاکمه وزرا تصویب شد. این از طرف آقای بختیار بود. بله، آقای بختیار برد این رو داد و مهم بود و آوانس بزرگی داد. در چندین مورد این کارو کرد. یکیش هم مهمتر از همه لایحه بسیار انحلال ساواک بود که در این روز مجلس هم به خودش جنبید و تصویب کرد. او هم با هلیکوپتر بردن سنا. اینم یه ذره مسئله شد در اون محل. روزنامه آیندگان داره میگه که ژنرال هایزر از ایران رفت. روزنامه ها چطوری پوشش دادن این ژنرال آمریکایی، اصلا حضورش در ایران رو؟ ببین اولی که او اومد روزنامه ها در اعتصاب بودن، ولی بعداً هم که روزنامه اومدن انقدر خبرهای دیگه داشتن که نمیرفتن، جز اینکه اصولا روزنامه ها با وجود اینکه ارتش رو سینه‌شون بلند شده بود و بختیار تعهد کرده بود، ولی هنوز از ارتش جوری میترسیدن و در نتیجه رعایت ارتش رو میکردن. تو همین روزها، در همین روزهایی که خیلی حوادث مهم اتفاق افتاد و کیهان که از بقیه روزنامه زر تندتر بود اعلامیه ارتش رو چاپ کرده بود، اما هایزر زیر پوست بود، یعنی تو مقالات به خصوص تو نگاه آدمای چپ. همین روز قبل از رفتنش مقاله از رضا مرزبان چاپ شد که پرسیده بود آقا کجاست، ولی بعد از رفتنش اهمیتش پیدا شد و معلوم شد که ارتش عقب نشینیش درست یک روز بعد از رفتن هایزر. این پایینم از تیمسال ربیعی نقش شده که من یه فرماندهم و در سیاست دخالت نمی‌کنم. منظورش چیه؟ ببینید مهمه، چندین جهت مهم است. ربیعی افسر جوانی بود، فرمانده شده بود و بعد با نیروهاش نزدیک بود، دائما با اونا زندگی میکرد. اون تو متوجه شده بود که همافرا دارن زودتر از بقیه گروه‌ها از بدنه ارتش جدا میشن و به طرف آقای خمینی میل میکنن و اما رفت باهاشون صحبت بکنه. بعضیشون گرفته بودن، اونا رو واسطه شده بود آزاد بکنند و اینا. اونجا این حرفو زد، ولی به طور کلی گفتن این حرف در اون فضا معنی داشت. تو صفحه داخلی زیر همین حرفایی که تیمسال ربیعی زده از کرایسکی نقل قول میکنه که به حکومت آمریکا درباره ایران اطلاعات نادرست داده میشد. خیلی حرف کرایسکی مهم بود. یادون باشه که کرایسکی صدر اعظم اتریش همراه با برانت صدر اعظم آلمان و پالمه نخست وزیر سوئد یک ترکیبی رو درست کرده بودن از سوسیال دموکراسی که در حقیقت مهمترین موضوع روز جهان بود و اونها خیلی خیراندیش جهان بودن. تو محیط زیست خیلی از مسائلی که بعداً شده مطرح کردن. به همین خیلی آبرومند بود کرایسکی در اون وسط. یهو وارد شد و گفتش که بله این امریکایی‌ها ایران رو به عنوان کشوری که باهاش معامله بکنن و تجارشون برن بیان و اسلحه بفروشن اینا دیده بودن و ندیده بودن که این مردم مذهبی هستند و بنابراین بهشون گزارش‌های غلط داده شده بود. بریم سراغ روزنامه کیهان که از برنامه دولت بازرگان داره میگه. در حقیقت وقتی اعضای احتمالی شورای انقلاب و کابینه بازرگان رو میگه، از بعضی از افرادی که اسم میبره مثل آقای دکتر شایان، مثل ارتشبد جم، مثل علی اصغر آیسه جوادی، اینا اصلا احتمالش پیش نیامد که نزدیک شند به شورای انقلاب و اینجا. در حقیقت یه نوع خوشبینی بود، یه نوع آرزو بود که شورای انقلاب از یه همچین ترکیبی درست شد. نه، نشد. بریم تهران مصور رو هم یه نگاهی بندازیم. ببینید در روزایی هستیم که بعد از ماجرای آتش سوزی یا آتش زدن شهرنو، ماجرا گرچه منعکس نشد به اون معنی در روزنامه ها، ولی تو روحیه و وجدان شهر به طور عجیبی اثر گذاشته بود. من شخصا دیدم کاوه گلستانی که این عکس‌ها از اوست که در اون وسط دوربینش رها کرده بود و رفته بود برای نجات به خصوص بچه‌ها، چون تصور میشد اون تو داره یه فاجعه بزرگ اتفاق میفته که البته نیفتاد، یعنی کل قلعه آتش نگرفت، ولی همون که چند تا خونه آتش سوزی شد به اندازه کافی نگران کننده بود. ببینید همون موقع است که عکسای کاوه گلستان رو از شهرنو چاپ کردم، به خاطر اینکه رنج و به اصطلاح ناراحتی رو که اینها میکشیدن و یه همچین ظلمی بهشون شده است نشون داده بشه، و واقعا فقر و اندوه از سر و کله این عکسایی که گلستان گرفته می‌آید که هنوز بعد از 40 سال هنوز تکون دهنده است. خب ممنون آقای بهنود. فردا دوباره میریم سراغ روزنامه 18 بهمن و دولت آقای بازرگان.